سلام بر مردم هلند. من حسین از ایران، از شیراز، از مسجد وکیل شیراز با شما صحبت میکنم. این هفته ما میخوایم درباره مفهوم ازدواج موقت با هم صحبت کنیم. ازدواج موقت یک شیوهی از ازدواج در ایران که زن به مبلغ مشخص و با زمان مشخص به عقد مرد در میاد. به این شیوه از ازدواج در ایران اصطلاحاً میگن صیغه. با من همراه باشید. شما راجع به ازدواج موقت چیه؟ فوق‌العاده است. چرا؟ خب به قول معروف حتی اقلش اینه که نیاز جنسی آدم رو برطرف میکنه. من خیلی رو کف میزنم، ببخشید دیگه. اصولا ازدواج دو نوع هست، ازدواج دائم و ازدواج موقت. به نظری که زمان مشخص شد از 1 ساعت تا 90 سال میشه عقد موقت. سیغه بهش گردی گردی کباب سیغم بعد ثواب داره. چی میگه بعده؟ سیغم خوبه. شما تا حالا سیغه نه وان سیغه اصلا منطقه ما رسمی آجی بد میخونم. اگر یه زنی حاضر بود سیغه اصلا نیست آجی، اصلا امکان نداره. بیاد شما همه تون آقای خامنه ای بیا اونجا دستور بده، هیچ که حاضر نیست کار بکنه. آقای موسوی، اون مردیست که صاحب دفتر ثبت ازدواج و طلاق در شهر من است. او در جنوب شهر من در میان زنان معروف است به مردی که صیغه و یا ازدواج موقت را ثبت می کند. من روزی را در دفتر او گذراندم. گروه زیادی برای ثبت طلاق آمدند. طبق آخرین آمار در ایران از هر 10 ازدواج 7 ازدواج به طلاق منجر می شود. شما برای ثبت طلاق؟ ما برای ثبت طلاق کنم. چقدر وقت شما درگیر این موضوع هستید؟ 3 سال. نظر شما راجع به ازدواج موقت چیه؟ چیزی که قانونش هست. نظر شما چیه؟ اگه ازدواج موقت رواج پیدا کنه، آمار طلاق میاد پایین یا نه؟ اصلا به نظر یکی نه، که نظر شخصی باشه که مثل من مخالف ازدواج موقت هستن. چرا؟ چون این ازدواج موقت چیزی که آینده مخصوصا اون زن و یه به تباهی میکشونه. چرا؟ و اگه ما بدیم ببینیم یه خانم ازدواج موقت داشته از قبل، خب ما دیگه این برای ازدواج دائم شاید کسی کمتر کسی پیدا بشه که به قبولونه، یا به خود آدم اسلام ما ایران یا زن مردهی باشه یا یه آدمی باشه که به خودن از کار افتادهی باشه با این شرایط. عقد موقت 4 تا رکن داره. این ارکان عبارتند از زن و مرد، مدت و مبلغ. میدونید که زن به دو طریق به حسابن به طریق مختلف به حسابن بیوه میشه، یعنی شوهرش از دست میده، یا اینکه مطلقه میشه طلاق میگیره، یا اینکه شوهرش فوت میکنه. این زن دیگه بعد از اینکه موانع شرعی و قانونی این زن برطرف شد، اگر شوهرش فوت کرده 4 ماه و 10 روز و اگر طلاق گرفته از شوهرش 3 ماه یا 3 تا عادت شرعی، همچنین زنان شرایط عقد موقت را دارن. زینب، او زنی است که 1 سال پیش به دفتر آقای موسوی آمد. فاحشه بود، خسته، تنها، فقیر، بیکس. من به خانه زینب رفتم و روزی را با او گذراندم به گفتگو. تو گمراهی بودم، تو بدبختی بودم که هیچ که سرپرست نداشتم. الان من 1 ساله که صیغه هستم، خیلی راضی هستم، خرج میده، سر کار میره، گرچه سندیش بالا، ولی نه معتاده، نه دودیه، هیچی. چه رفتیم بلی یه آخوندی که خیلی معروف بود، آقای موسوی. به نظر تو چرا صیغه از نظر خانواده‌های ایرانی کار خیلی موجه و درستی نیست؟ نه، اتفاقا کسایی هستن که آدم صیغه میکنن از شوهر دائمی آدم هم بهترن، شاید اخلاق آدم شناخت بعد اومد تا دائمیش. که چند دفعه تا حالا این کار رو انجام دادی؟ من هیچی، هم اولین باره. آیا برای ازدواج کردن تو اجازه پدر مادرت لازمه؟ پدر مادرم نه، اجازه نگرفتم. چرا؟ چون اونا میگن صیغه بده تو طیف ما من میدونیم، ولی از نظر من میگم حضرت علی هم صیغه میکرده زن، من نیست. اگه صیغه من کنم حلاله دیگه، به بدبختی و گمراهی نمیرم تو خیابون ولوشم دیگه، میفهمم یکی هست با. تفاوت‌های
ازدواج موقت با عقد دائم. در عقد موقت زن و شوهر از همدیگر ارث نمیبرند. در عقد موقت نفقه و مسکن زن بر شوهر واجب نیست، فقط همون مبلغی که به عنوان مهریه براش مشخص شده و به عنوان اجرت براش مشخص شده. حتی میتونه شرط کنه زن در عقد موقت که من حق همخوابی ندارم یا حق همبستری شدن ندارم. این شرط جایزه که با شوهرش شرط کنه که ما عقد میشیم در حد تلذذات ظاهری و حق همخوابی یا حق همبستری. این شرط هم صحیحه. اگر زن شرط کنه مرد پذیره، میتونه شرط کنه که همبستر نشن، با هم عقدش میشن. اگر باش همبستر شده، نزدیکی صورت گرفته، مرد خواست فسخش کنه، کل مبلغی که در عقد است باش بهش پرداخت کنه. اما اگر نزدیکی صورت نگرفته، در حد عقد بوده همبستری نشده، نصف مبلغ باید بهش بده. پس فسخش دست مرده، رضایت زن ملاک نیست. اگه بشه خدا کنه وام بگیرم رو مدرکم فنی حرفه ای خودم، دیگه مستقل خودم یه آرشکی برای خودم بزنم. عروسارم آرایش بکنم. بله، دلیل با همش عروس، ما همش سرکارمون بزن و عروس دختر. گفتم 12 تا 6 شاخه گل با 1,000,000 نفر، چون مهم مر برای من نبود، فقط مهم صداقت بود و که یه سرپرستی داشته باشم و بتونم زندگی با هم کنه و بیرون نیام تو خیابون، گمراه نباشم، بدبخت نباشم. من زن سراغ برم که شاید 100 بارن صیغه شده باشه. بعضی ها هستن 1 ساله، بعضی 6 ماهه، بعضی 1 ساعته، بعضی 2 ساعتش هم هست. با چه کسی هرگز ازدواج نمی کنی؟ با اونه که معتاد هستن، زندگی آدم اداره نمی کنن، همیشه علاف هستن، چاقو کش هستن، زندان هستن، که میتونه با اونو ازدواج کنه؟ آدم میتونه با مرد پیر ازدواج کنه، ولی شاید بهتر از جوون 14-15 سال هم باشه.